به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. نگرانی ها از وارد شدن گوشت مرغ قاچاقی از ایران و پاکستان به افغانستان. وزارت زراعت و آبیاری هرچند وجود قاچاق را در بخش واردات گوشت و تخم مرغ رد نمیکند، اما میگوید که هرگز به گوشت مرغ های پیر به کشور اجازه نخواهند داد. با گزارش سپوتنیک، به نقل از تولو نیوز، اجازه دادن دوباره به واردات گوشت و تخم مرغ از پاکستان و ایران زمینه ها را برای قاچاق این کالاها به کشور فراهم ساخته است. شماری از فارمداران در کشور می گویند که در حال حاضر قاچاقچیان با بهای اندک موترهای باربری با گوشت مرغ را به انبارها در پایتخت می رسانند و حکومت در جلوگیری از این کار ناتوان است. این در حالی است که وزارت زراعت و آبیاری حدود 2 ماه پیش اعلام کرد که وارد نمودن تخم و گوشت مرغ از پاکستان و ایران به افغانستان به دلیل شیوع امراض حیوانی منع قرار داده شده است. اما پس از مدت بسیار کوتاه وارد تخم و گوشت مرغ از این کشورها دوباره آغاز شد. با گفته سخنگوی وزارت زراعت، واردات گوشت مرغ از ایران و پاکستان پس از نشر گزارش سازمان صحت حیوانی به افغانستان آغاز شد. تشکر از توجهتون. تا ویدیوهای دیگر بدرود.